رفتار وحشیانه دژخیمان قضایی جلادان در اوین و فشافویه. جان دو زندانی سیاسی در خطر است. گزارش ها از زندان تهران بزرگ فشافویه حاکی است که زندانی سیاسی حسین هاشمی از دستگیر شدگان قیام آبان 98 از روز سه‌شنبه 11 خرداد در اعتراض به انتقالش به بند زندانیان متهم به جرائم خشن اقدام به اعتصاب قضای خوش کرده است. دژخیمان این زندانی سیاسی را روز سه‌شنبه به بهانه بازجویی از بند خود خارج کرده و به تیپ 4 زندان تهران بزرگ منتقل کردند. حسین هاشمی طی یادداشتی درباره دلایل اعتصاب قضای خود نوشته است: مرا به تیپ 4 آوردند. در میان زندانیان جرائم خشن و متهمان قتل و سرقت مسلحانه، حدود 2 سال پیش علیرضا شیر محمد علی را به همین بهانه از تیپ خارج کرده و بعد از 3 روز خبر مرگ او را شنیدند. گزارش ها همچنین حاکی است که زندانی سیاسی ناهید فتلیان در زندان اوین به کرونا مبتلا شده و با توجه به شرایط وخیم بهداشتی بندهای عمومی زندانهای رژیم و محروم بودن زندانیان از ابتدایی ترین امکانات درمانی و پزشکی، جان وی در خطر است. مقاومت ایران خواهان اقدام فوری برای آزادی بلادرنگ ناهید فتلیان و دیگر زندانیانی است که جانشان در زندانهای دیکتاتوری آخوندی در خطر است. خاطر نشان می کنیم که دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای به تاریخ 16 اردیبهشت 99 ضمن اعلام اسامی 18 تن از انبوه دستگیر شدگان توسط قضائیه جلادان از جمله ناهید فتعلیان درباره رفتار ضد انسانی با آنها هشدار داد و خانم مریم رجوی با تاکید بر اینکه دستگیر شدگان در معرض شکنجه و اعدام و همچنین کرونا قرار دارند خواستار اقدام فوری دبیر کل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر برای آزادی آنان و اعزام هیئت‌های بین المللی برای بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان شد.